سلام دوستان با آموزش مدیریت پروژه و نرمافزار آفیس پروژه در خدمتتون هستیم در جلسه قبل در خصوص کنترل پروژه با هم صحبت کردیم و نحوه آپدیت کردن پروژه بر اساس مشاهداتی که داشتیم تو MSP دیدیم خب تو این جلسه ادامه بحث کنترل پروژه هست فقط چیزی که میخوایم صحبت کنیم این دفعه مدیریت ارزش افزوده در پروژه یا همون تکنیک EV وی نت ولیو هستش خب چرا ارزش افزوده واسه اینکه ما در واقع داریم هزینه ها رو اونجا کنترل میکنیم و هزینه ای که داریم صرف یک پروژه میکنیم مقدار ارزشی رو که به یک محصول داره یا به اون پروژه ما داره افزوده میکنه رو نشون میده من اینقدر هزینه کردم حالا چه هزینه انسانیشه چه هزینه خرید منابع زمان و هر چیزی که هستش این باعث میشه که ارزش این مقدار محصول من به نوعی تعیین بشه البته خیلی از موارد فقط هزینه ها نیستش که ارزش محصول رو تعریف میکنه خیلی از موارد دیگه هم هستش اما هزینه یکی از بخش آمدهش هستش خب ارن ولیو تکنیکی هستش که یه جوری استاندارد شده واسه اینکه ما بتونیم گزارشات یک پارچه رو برای پروژه خودمون تهیه کنیم حالا جلوتر بهتون میگیم که چرا باعث شده که ما گزارشات رو یک پارچه به دست بیاریم خب از این تکنیک ما میتونیم درصد واقعی پیشرفت پروژمون رو اندازه کنیم و همچنین میتونیم مقدار واقعی هزینه مصرف شدهمون رو برآورد کنیم و اندازه گیری کنیم و در نهایت بگیم که این پروژه چقدر هزینه برداشت بسن برای اینکه ما بتونیم کنترل پروژمون رو و کنترل اینکه ما بتونیم پیشرفت پروژمون رو کنترل کنیم میتونیم از سه تا معیار استفاده کنیم بگیم آقا ما از لحاظ زمانی چقدر پیشرفت کردیم چقدر جلو رفتیم چقدر کار انجام دادیم و از لحاظ اینکه آقا اینقدر کار انجام شده چقدر پیشرفت کردیم و چقدر جلو رفتیم و اینکه از لحاظ هزینه این من چقدر هزینه کردم تا الان و چقدر میخواستم هزینه بکنم و برای این اساس بگیم خب اینقدر هزینه شده اینقدر میخواستم هزینه کنیم و اینقدر پیشرفت کردیم و یا اینکه این سه تا معیار رو با هم دیگه ترکیب کنیم که از معیارهای وزنی میتونیم اونجا استفاده کنیم اما یه مشکلی که وجود داره حالا جلوتر با هم صحبت میکنیم باعث میشه که ما نتونیم واقعا و با قطیت تمام بگیم که آقا این پروژه من انقدر پیشرفت داشته به خاطر همین اینجا از تکنیک ارزش افزوده استفاده میکنیم که یک استاندارد تعریف میکنیم مثل یک خطکش خدکش متر که یک استاندارد هستش توی پروژه ایوی هم یک جور استاندارد هستش که این خطکش رو با ما تبیه میکنه و میگه که اوکی تو انقدر انان پیشرفت کردی و اینو افرادی که تو پروژه هستن به عنوان استاندارد قبول کرد خب حالا هر یک از این معیارهایی که تعریف کردیم و بیایم با هم نگاه کنیم ببینیم که اگر به طور مثال از لحاظ زمانی بخوایم پیشرفت پروژمون رو ببینیم چطور اینا حساب کنیم فرض بکنیم ما یه پروژه داریم که از این چهار تا فعالیت اینجا تعریف شده و اینجا پایان پروژه‌مون اینجا هم شروع پروژه‌مون هستش اینم هم استاتوس دیت من هستش که تو این تاریخ میام و کنترل میکنم پروژه‌مو و میبینم که اوکی تو این تو این تاریخ این فعالیت تا اینجا کامل شده و این فعالیت هم تا اینجا کامل شده وقتی که من میبینم این فعالیت تا اینجا کامل شده از لحاظ زمان و فرض کنیم من روز رو معیار خودم قرار گرفتم بر ساعت حالا نرفتم جلو فرق خاصی نداره به همون درصد هم میرسیم و از احساس زمان و روز من تا الان باسه این چهار روز زمان گذاشتم خب در صورتی که پنج روز زمان باید میذاشتم پنج روز زمان لازم داره و در واقع چهار پنجم اون کامل شده یعنی هشت دهم ده یا هشتاد درصد اون تکمیل شده و حالا تو اینجا من سه روز زمان لازم داشتم و دو روز از اون کامل شده و اینو اشتباه نوشتم دو سومه و دو سوم از اون انجام شده یعنی 67 درصد اون تکمیل شده خب اوکی این یه فعالیت من 80 درصدش این فعالیت من هم 67 درصدش تکمیل شده حالا کل پروژه من چقدر پیشرفت داشته کار خاصی نداره من زمان رو مثل یک وزن در نظر گرفتم اینجا گفتم از کل زمانی که وجود داشته باسه این یعنی یه پنج روز یه دونه سه روز یه دونه یک دو سه چهار یه پنج روز دیگه و یه سه روز دیگه در کل من شونزه روز زمان لازم داشتم خب و چقدر از اون تکمیم شده یه دونه دو روزش تکمیم شده که همین باشه یه دونم چهار روزش تکمیل شده که این باشه یعنی در واقع 6 و اینجا میشه 6 16 هم که اندازه هزارم رو به من میده که در واقع نیم درصد من تکمیل شده حالا چرا میگیم وزنی به این صورت در واقع حالا من اینجا نشون بدم تو اینجا اگه ببینین من میگم 80 درصد از فعالیت پنج روزه من کامل شده 67 درصدم از فعالیت سه روزه من کامل شده در کل چند روز زمان لازم داشتم و خب همونو میده در واقع تفاوتی ندارد از لحاظ محاسباتی یکم تفاوت نشون دادیمش اما کار اصلی اینه که من همه کارهایی که تکمیل شده تا الان به روز تعداد روزهایی که بعد انجام شده جمع کردم تقسیم بر کل روزهایی که لازم داشتم کردم و اینجا نیومدم بگم ده روز رو توجه کنیم که ده روز نیومدم بگم گفتم من 16 روز زمان لازم داشتم به هر کدوم از اینا رو جمع کردم و گفتم چقدرش کامل شد خب این از لحاظ زمانی من گفتم پروژم 37 درصد کامل شده و حالا اگه اسکیل هم بیشتر بکنیم و تعداد فعالیت ها بیشتر بکنیم به همین صورت انجام میشه تو حالت بعدی که گفتیم حجم کار به عنوان معیار ما باشه میایم میگیم که من چند تا نیرو لازم داشتم نیروی مصرف ببخشید ماده مصرفی منظورم نیست چقدر نیرو لازم داشتم خب و حالا اینجا ورکر یا به عنوان کارگر هستش یا یعنی اینکه چقدر مثلا مهندس چقدر فلان چقدر نیروی انسانی به هر حال خب لازم داشتم اینجا سه تا سه تا کارگر در روز سه نفر روز در واقع اصلش این نیستش که به روز بگیم اگه شنیده باشین نفر ساعت زدیم یعنی میتونیم بگیم سه زب در هشت میشه 24 نفر ساعت اینجا هم 24 نفر ساعت خب اما چون همه زب در 8 شده مثل یه فاکتور فاکتورگیری راحت از بین میره و خب نیازی نیست حتما به ساعت بگیم میتونیم به روز بگیم سه نفر روز خب واسه تکمیل این فعالیت من به ازای هر روز سه نفر روز رو لازم داشتم یعنی سه نفر لازم داشتم خب و چند روز بوده یک دو سه چهار پنج بوده و حالا تو روز اول سه تا تو روز دوم سه نفر تو روز چهار و سوم من یه سه روز نفر لازم داشتم یه یک و نیم نفر یعنی یه نفر کامل یه نفر یه, یه نفرم به صورت پارت تایم لازم داشتم که چهار و نیم ن... نفر روز در واقع میشه خب اینجا چی کار میکنیم؟ دقیقا همون کار رو انجام میدیم میگیم چند نفر روز من اومدن کار کردم و تکمیل شده تا الان این سه نفری که اینجا انجام شده میام اینجا دقیقا جمع میکنم سه تا این تکمیل شده سه تا تکمیل شده چهار نیمه منم اینجا تکمیل شده این چهار نیمه منم تکمیل شده اینجا اگه یک کدام از اینا تکمیل نشده بود این شیفت پیدا که اینجا نمی آوردنش خب انقدر نفر روز تکمیل شده انقدر نفر روز در کل لازم داشتم یه جمع تقسیم معمولی اینا رو جمع می کنم تقسیم می میشه 49 491 هزار یا 49 درصد میشه این به عنوان حجم کاره مثلا یکی بیاد بگه چقدر من پیشرفت داشتم از لحاظ کاری میگم 49 درصد پیشرفت کردیم از لحاظ کار و در نهایت هزینه به عنوان میار ما قرار بگیره و یک میار وزنی باشه که تو اینجا میگیم اوکی این فعالیت من در روز 100 دلار لازم داشته این 100 دلار لازم داشته که تکمیل شده این یه 100 دلار لازم داشته یه 90 دلار هم اینجا لازم داشتیم که تکمیل شده یه 100 دلار اینجا یه 90 دلار اینجا اینا رو با هم جمع میکنم میشه مقدار هزینه‌ای که تا الان انجام دادم و در کل چقدر هزینه لازم داشتم میام اینجا می نویسم و میگم اوکی 40 درصد از لحاظ هزینه‌ای من پیشرفت کردم و 40 درصد مخارجمو انجام دادم که حالا اینجا نموداری که هستش مجموعه هر روز هزینه که کردم رو بردم تو اینجا قرار دادم و مجموعه هزینه که در روز لازم داشتم هم اینجا رو و به چه درصد رسیدم همونطور که مشاهده کردیم من از لحاظ زمانی 37 درصد پیشرفت کردم از لحاظ کار 49 درصد و از لحاظ هزینه 40 درصد پیشرفت کردم خب حالا چطور میایم میتونیم به یکی بگیم که آقا من چند درصد پیشرفت کردم هر کدوم از اینا اعداد متفاوتی رو داره به من میگه بالاخره من چند درصد پیشرفت کردم اول اینکه زین افعانی که سرمایه دارم من هستن از لحاظ زمان از لحاظ هزینه بیشتر واسهشون اهمیت داره پروژه هزینه بری بوده میخوام تا الان چقدر هزینه کردیم و چند درصد پیشرفته داشتیم که از لحاظ هزینه خیلی وقت بشه پیمان پیمانکارا بیشتر بر اساس حجم کار واسهشون مفید هست که بدونن چند درصد پیشرفت کرد چقدر کار انجام شده و مشتریانی که در واقع کاربران اصلی هستن مثلا داریم یه پلی رو میسازیم یه دی رو میسازیم از لحاظ زمانی چقدر از لحاظ زمانی من پیشرفت کردم واسهشون مهم اما اگر به طور کل بخوام بگم که چقدر من هم. پیشرفت کل پروژه بوده بر اساس همین روی کردی که داشتیم میتونیم اینا رو ترکیب کنیم یه میانگین وزنی از اینا بگیریم خب بی مقیاس میکنیم اینا رو و میانگین وزنی میگیریم این اگر یادتون باشه همون درصد سی آی هزینه من هستش سی هزینه است مقدار کار بر اساس سفر یک و مقدار زمانی چون اینا رو تقسیم بر مجموعش کردم بی شدم خب بین صفر و یک هم همشون خب وقتی که بین صفر و یک هستم میتونم جمع بکنم اونا رو و اینکه به هر کدوم یک ضریب اهمیت میدم من چقدر باسم مهم هزینه خب من یک پروژه هزینه برای رو داشتم اداره میکردم و زینفان کسانی که سرمایه دارن سرمایه گذاشتن باسه این قضیه خیلی آدمایی هستن که میخوان بدونن آقا چقدر هزینه شده و تحت فشار هزینه هستن و پول رو خیلی مهم بوده و خب میخوان بدونن اگر سرمایه داره من طوری بودن که میگفتن هیچ اهمیتی پول باسه من نداره فقط به من پاسانم بریم جلو ببین از لحاظ حجم کار چقدر شده به حجم کار بیشتر زمان میدونم یا اینکه وزن پیمانکاران بیشتر بوده و افراد پیمانکار بیشتر درگیر پروژه هستن و میخوام بدونن که چه اتفاقی ما داریم به اونا گزارش بیشتر میدیم وزن اینو بیشتر میدیم. یا اینکه میخوایم تابلو مثلا به مشتری ها بیشتر مثلا زمانو میگیم و از زیاد پیمانکار و سرمایه دارا بسمون توی گزارشات مهم نیستن خب وزن اینو بیشتر میکنیم بر حال یه وزنی رو به هر کدوم از اینا میدیم مجموع وزنی ما باید یک باشه و هر کدوم از اینا بین صفر و یک باشن که میشه میانگین وزنی که به درصد میتونیم اعلام کنیم که چند درصد پیشرفت داشت اما یه مشکلی اینجا هستش مشکل چیه؟ بذارین من روی نمودار بهتون بگم نها کنین الان من گفتم 100 دلار دادم اینجا هم 100 دلار دادم رفتم جلو درسته؟ آیا این 100 دلار رو من هزینه همون لحظه واقعی یا اکچوال رو دارم میگم؟ خب یا اون چیزی که تخمین زدم استیمیت کردم خب کدوم یکی از اینا هستش من کدوم حالا این قسمتش رو میدونم برنامه است چون آینده است خب اما این قسمت چی ما همونطور که میدونیم هر کدوم از اینا کار هزینه و زمان در موقع اینکه پروژه رو داریم اجرا میکنیم در زمانی که برنامه ریزی کردیم با هم تفاوت دارن خب پس این درصدی که داریم اعلام میکنیم اینجا یک شرایط نابرابری رو داریم با هم مقایسه میکنیم در واقع من اگه اینجا 120 دلار داشتم هزینه میکردم خب و حالا مثلا یه دونه 150 دلار هزینه کرده باشم و مجموعه کلم رو تقسیم بر این بکنم خب یه چیز مقیاس نادرستی میشه اینجا وقتی که یه چیزی که در واقع ایجاد شده رو با اون چیزی که برنامه ها رو گذاشتم بخوام مقایسه کنم مثلا اینجا من 150 دلار 160 دلار رو همرو رو جمع بکنم به یک درصد مثلا برمیگره به من میگه تو اصلا 10 درصد رفتی جلو اما اگه پلن مثلا بیام بگم آقا پلن داشتم که اینقدر ببرم جلو چه درصد رو به دست میارم خب بگم بر اساس برنامه قرار بود 100 دلار خرج کنم و 100 دلار خرج شد 100 دلار اینجا هم قرار بود خرج کنم و 100 دلار خرج شد و بر اساس این میام 40 درصدمون به دست میارم و میگم اوکی من در واقع 40 درصد رفتم جلو اما اگه بیام چیزی که واقعا رخ داده رو اینجا بنویسم میام میبینیم که نه من 10 درصد فقط رفتم جلو حالا میخوام ببینم چقدر تفاوت با برنامه و واقعیت داشتم چقدر از لحاظ اینکه من رفتم جلو و این دوتا رو بخوام مقایسه کنم به حساب میادش و خب دو تا شرایطی که با هم برابری ندارن دارم مقایسه میکنم به خاطر همین قضیه اینکه این مشکل رو برطرف کنیم میایم یه سری استاندارد تعریف میکنیم میگیم اوکی اه، من مقدار هزینه ای که انجام دادم و خب نمیام اکچوال بزنم مثلا 120 دلار واقعا من خرج کردم 100 دلار پیش بینی کردم تو این روز یا واسه این فعالیت در این روز خرج بشه من میام میگم آقا این 100 دلار خرج شده یا نشده میام بر اساس این میرم جلو اما زمان من واقعیه خب زمان من باید واقعی باشه اسکیل زمانی رو میام میگم اوکی این روز دهمه ده بطور به طور مثال و این روز صفره من میام میگم تو این روز برای این فعالیت قرار بود 100 دلار خرج بکنم اما کارگر نبود و مثلا این اینطوری طول کشیدش درسته زمان من تغییر کرده دیگه از لحاظ اینکه من باید 100 دلار خرج بکنم این 100 دلار خرج نشدش بخش خرج شدش خب دیگه نمیان بگم 120 دلار خرج شد یا هرچی این از لحاظ زمانی خودش رو فیت میکنه و میاد میگه اوکی 100 دلار من اینجا الان خرج شده اما هنوز یه 100 دلار دیگه دارم و وقتی که درصد پیش رفتم و بگیرم میتونم بگم که اوکی این در واقع اگه این برنامه من باشه 100 درصد کامپلیت نشد اگه این استاتوس دیت من باشه 100 درصد نشده اینجا دو روز هنوز مونده دو یک دو سه چهارمش هنوز مونده خب و هنوز کامپلیت نشده و اینجا میتونم بگم که چقدر واقعا پیشرفت داشتم خب حالا بسه اینکه که ما این کار رو انجام بدیم یعنی در واقع همون ایوی بیس اصلیش همینه میاد میگه آقا تو وقتی که میخوای برنامت رو با واقعیت مقایسه کنی خب یکی از پارامترها رو خب یه پارامتر ایکس رو تو یه حالت برنامه قرار بده حالا بقیه مواردی که تو واقعیت هست و و بقیه مواردی که تو برنامه هست و بر اساس این یه پارامتر ثابت بیا با هم دیگه مقایسه کن و این پارامتر رو میگن هزینه قرار بده تو وی چرا میگن هزینه قرار بده حالا تو اسلاید بعدی اینجا کجا نوشته بودم آها همینجاست بیام یه هزینه قرار بده چرا میگن هزینه قرار بده به خاطر اینکه وقتی من اطلاعات رو دارم واسه ایوی جمع میکنم بتونم کنترل هزینه که اهمیت خاصی رو توی پروژه ها دارم کنترل کنم و واسه گزارش در بیارم و اینطوری اگر زمان رو بگیرم شاید مثلا زمان چون توی گزارش به صورت عادی خب جمع آوری میشه ورکرها به صورت عادی جمع میشه اما خیلی وقت از هزینه چشم پوشی میشه بخاطر این اومدن روی نقطه ضعف تکیه کردم و گفتم اوکی هزینه تم بیا در بیار و تکنیکی ایوی رو بر اساس هزینه در بردن که ستا پارامتر رو کامل داشته باشیم حالا واسه اینکه از ایوی استفاده کنیم چیز خاصی پس نداشتش فقط این بودش که میگیم از لحاظ هزینه ای تو توی برنامه چقدر قرار بود واسه این روز در کل هزینه کنین یا واسه این فعالیت حالا جمع فعالیت هزینه ها رو میگیم 100 دلار بود 120 دلار هزینه کردی اینو فعلا چش کن بیا این 100 دلار رو در نظر بگیر اما بر اساس چیزی که حالا بقیه‌اش واقعیه چقدر در واقعیت زمان مثلا این بیشتر شده یا کمتر شده هر چیزی فقط این 100 دلار رو دیگه نیا بگو که واقعی شرط بوده اون چیزی که تو برنامه بوده و هزینه قرار بود بشه رو در نظر بگیریم خب اینجا هم همینه یه سری پارامتر اومدیم تعریف کردیم که به صورت در واقع میاره خط کشمون میتونه باشه BCWS که همون PV میگن که Planet Value هستش Planet Value یعنی ارزش پیش بینی شده خب یعنی چی حالا اینجا به صورت کامل اومده توضیح بادجت کاست of ورک Schedule یعنی من کاستم پیش بینی شده بودجم پیش بینی شده است ورکم هم پیش بینی شده است اسکجوله هزینه پیش بینی شده در برنامه زمانی کار هم پیش در برنامه زمانی کار پیش بینی شده پس هم هزینه پیش بینی هم برنامه پیش بینی به این میگیم پی بی یعنی چی یعنی چیزی که ما اول اومدیم گفتیم بذاریم من با پاک کنم یه ذره فضا خالی کنیم بنویسیم اینو خب. اوکی ما آبی رو بیاریم اینجا خب این چیزی است که من پیش بینی کرده بودم درسته گفته بودم مثلا این چهار روز زمان لازم داره هر کدومم 100 دلار خب این میشه پیوی من هم زمان من که چهار روزه هم 100 دلار در روز پردهی من حالا دلار میزنم 100 دلار در روز من پیش بینی هستش خب یه در کل میشه حالا 400 دلار ایوی چیه؟ EV earned value هست مقداری که ارن شده خب در واقع budget cost of work performed یعنی کاری که انجام شده هزینه تخمینه EV هزینه پیشبینیه که حالا ارزش حاصله هم از همین اسمش میاد هزینه پیشبینی هستش اما برنامه زمانی کار انجام شده واقعیه به طور مثال من این کاری که همین کاری که داشتم انجام میدادم بزنیم با یه رنگ دیگه بنویسم قرمز یک روز بیشتر زمان برده اما همون صد دلار در روز رو در نظر میگیریم بسش یک دو سه چهار پنج درسته صد دلار صد دلار فارغ از این که چند دلار در واقعیت انجام دادیم که میشه پنج روز خب و 500 دلار در جمع AC آخرین مورد هستش که میگه اکچوال کاست من یعنی در واقع چقدر هزینه کردم و برنامه زمانی هم واقعی باشه یعنی هر دوتا تا اکچوال باشه حالا با سبز نشون بدم اینجا خب. یعنی همون پنج روز یک دو سه پنج روز و به طور مثال روزی صد و پنج... روزی اصلا دیویست دلار که جمعش هم میشه باشه دو برابر خب یعنی پنج روز و در کل میشه هزار دلار خب حالا چجوری میتونم اینا رو مقایسه کنم میگه آقا تو این دوتا رو نمیتونی با هم دیگه مقایسه کنی که این تکنیک درسته میگه این دوتا رو نمیتونی با هم مقایسه کنی غلطه خب. چون هم اسکیل زمانیت متفاوته هم مقدار هزینه اسکیل هزینه بیا چی رو مقایسه کن اول این دوتا رو به طور مثال مقایسه کن بعد این دوتا رو با هم مقایسه کن خب این از لحاظ هزینه هر دوتا مشابه بوده قرار بوده اینجا 400 دلار خرج کنی ولی 500 دلار خرج کردی پس 100 دلار انگار متفاوت بودی خب از برنامه ای که داشتی و حالا تون استاتوس دیت بزنیم به درصد میتونیم بگیم جمع بکنیم درصد بگیم مثلا چند درصد تکمیل داشتیم از لحاظ درصدی چقدر تفاوت داشتیم و اینجا اومدی گفتی آقا من تو این پنج روز خب وقتی که این دوتا رو قرار بوده 500 س... دلار هزینه کنم اما هزار دلار هزینه شده خب حالا این دوتا رو میتونم مقایسه کنم که بگم دو برابر هزینه کردم در واقع از چیزی که برنامه ریزی داشتم پس تو اینجا اول من از لحاظ زمانی خب با ثابت قرار دادن هزینه دارم مقایسه رو انجام میدم اینجا از لحاظ هزینه ای دارم مقایسه رو انجام میدم با ثابت قرار دادن زمان خب زمان پنج روزه با سر دوتا واقعیه و اکچوال کاستم رو با پلنت دارم مقایسه میکنم خب از این طریق ما میایم نمودار اس میکشیم نمودار اس چیه البته این به خاطر اسم حالت اسی که گرفته به دست میاد فرض میکنیم این استاتوس دیتمون هستش خب میایم میگیم اوکی یه دونه خط کش داریم به نام هزینه پیش بینی و یه دونه زمان داریم که واقعی هستش درسته توی زمان پیش بینی الان اگه فرض کنین این خط چینا کلا پیش خب من اومدم اینجا انقدر پیش بینی کرده بودم هزینه کنم در چی هستش پلنت ولیو من هستش اما انقدر هزینه شده این چی هستش ارن کردم چیزی که به دست آوردم ارن هستش خب مقدار این تفاوت میاد به من نشون میده که چقدر از پروژم عقب بودم و از این دیدگاه میتونم محاسبه کنم که در کل چقدر از برنامهم عقب بودم و چقدر حالا جلو افتادم یا روی برنامهم دارم کار میکنم وقتی که یه خطکشی به نام هزینه پیش بینی داشته باشم و این دوتا رو میتونم مقایسه بکنم از روز استاتوس دیت به بعد بخشید. از روز استاتوس دیت به بعد من جفتش رو خطچین گذاشتم بخاطر خاطر اینکه ما در آینده نمیدونیم بالاخره چقدر چه اتفاقی میفته پس جفتش میشه همون چیزی که پلند بودن خب. فقط با همون حد فاصله میرم تا به یک چیز برسم خب وقتی که من اینا رو تعریف کردم حالا میتونم انحرافات همونجوری که همونطور که تو این نمودار دیدیم این انحراف رو تونستیم مقایسه کنیم دیگه مقایسه بین برنامه و چیزی که در واقعیت رخ داده خب. میتونم اول بگم که اوکی من از لحاظ زمانی اسکجول واریانس از لحاظ برنامه زمانی چقدر متفاوت بودم که دقیقا همون حد فاصله بین ایوی و pv هستش اینجا میام میتونم بگم که اگر ایوی رو چیزی که ارن کردم و منهای pv کنم چیزی که قرار بود به دست بیارم این انحراف از برنامه رو به من نشون میده خب چند تا حالت میتونه رخ بده یکی اینکه بزرگتر از صفر باشه کوچیتر از صفر باشه و مساوی صفر باشه یه چیزی وقتی که بزرگتر از صفر باشه چیزی که به دست آوردم از چیزی که برنامه بوده بیشتر بوده و نشون میده من جلوتر از برنامه هستم درسته وقتی که مساوی باشه روی هم افتاده و نشون میده که من روی برنامه هم دارم کار میکنم و وقتی که کوچیکتر از صفر باشه یعنی پیوی چیزی که پلند داشتم بیشتر از چیزی که در واقع به دست آوردم هستش ارن ببخشید من برعکس گفتم این عقبتر میشه داشتم اشتباه استدلال کردم چرا؟ وقتی که ای وی بزرگتر از صفر میشه یعنی ای وی من بزرگتر از پی وی من شده وقتی که ای وی بزرگتر شده باشه یعنی بیشتر هزینه کردم 500 دلار قرار بود هزینه کردم در صورتی که قرار بود 400 دلار هزینه کنم خب پس نشون میده که در واقع من هزینه بیشتری رو متحمل شدم و از برنامه‌ام عقبتر هستم خب اما وقتی که برعکس اون اتفاق میفته پلن من بودش که 400 تا بوده و 300 دلار خرج کرده باشم و پیوی بزرگتر از 300 شده باشه منفی به دست میاد و نشون میده من چیزی که برنامه داشتم کمتر هزینه به وارد شده و در واقع جلوتر از برنامه هم هستم خب پس با همین منفی به دست میادش اگر من این ایوی منای منهای پی وی رو تقسیم برای پی وی کنم نرخ تغییرم رو به دست بیارم که زب در صد کنم همون پرسنت من میشه یعنی درصد انحراف از برنامه هم رو به دست دو بردم خب اصولا ما منفی نباید به دست بیاریم مگر اینکه تخمین هامون اشتباه شده باشه چرا خب ناکنیم وقتی که من بگم اوکی یه پروژه رو بر اساس حالا اینکه از بقیه اومدم صحبت کردم و همون راهلهای تخمینی که داشتیم رو زده باشم اصولا ما نمیتونیم به صورت واقعی بگیم که چقدر رخ داده خواهد رخ داد مگر اینکه خیلی دقیق کار کرده باشیم اما همیشه کمتر برآورد میکنیم حالا مخصوصا اینکه از اون فرز با استفاده کرده باشیم همیشه قیمت های مثلا فیرو به ما میگه و ما مجبور مثلا یه کار رو زودتر رو انجام بدیم از یک تامین کننده گرونتر خریدیم این خیلی اتفاقات میفته اما این قضیه باعث نمیشه که بگیم اوکی مثلا فی بازار رو تو فرس بها به ما داده حالا ما رفتیم از یکی پیدا کردیم که ارزون تر بوده خب معلومه یه متریال به درد نخور رفتیم حتما خریدیم دیگه خب بخاطر کمتر اوقات ما میگیم جلوتر از برنامه بودیم اصولا وقتی که جلوتر از برنامه باشن میگن اشتباه تخمینی رخ داده ما چون آینده رو نمیتونیم پیش بینی کنیم اصولا باید عقب تر از برنامه باشیم ولی هر چقدر این عقب تر کم باشه و مساوی نزدیک تر باشه میگیم پلنمون درست تر بوده و داریم رو برنامه جلو خب وقتی که از لحاظ زمانی اومدیم تعریف کردیم که چقدر عقب یا جلوتر هستیم میتونیم از لحاظ هزینه ای هم بگیم وقتی که ایوی رو همونطور که اونجا نشون دادم اول اون چیزی که تخمین زده بودیم و با اون چیزی که از لحاظ تخمینی و تو واقعیت رخ داده زمان اینجا واقعی بوده زمان واقعی بوده خب چون ایوی و پیوی هر دوتا زمان هزینه برنامه بوده تو هر دو تا هزینه برنامه ای هستش زمان واقعی هست تو ایوی و پیوی اما تو واریانس هزینه این ایوی برنامه هستش هزینه ایوی برنامه هستش زمان واقعیه و اینجا اینجا بتونیم هزینه برنامه زمان واقعیه خب اینجا هزینه واقعی برنامه هم واقعی پس وقتی که این دوتا رو از هم کم داریم میکنیم داریم از لحاظ هزینه میسنجیم و انحراف از هزینه رو به دست میاریم یه شاخص دیگه هم هستش یعنی دو تا در واقع شاخص هستش که میگیم از لحاظ زمانی ما چقدر کارا بودیم و یا از لحاظ هزینه چقدر کارا بودیم خب که اگر این تقسیمات رو انجام بدیم مثلا یه درصدی حالا ضرب ضرب میکنیم وقتی که ایوی یعنی هزینه پلن باشه بر تخمین شده باشه زمان واقعی باشه تقسیم برای پیویش بشه یعنی زمان برنامه باشه و هزینه هم برنامه باشه میتونیم از لحاظ این که اگر این بزرگتر از یک یا کوچکتر از یک شد بگیم که چقدر کارا بودیم وقتی که بزرگتر از یک باشه یک و خورده مثلا باشه یعنی ایوی بزرگتر بوده و کارایمون کمتر بوده وقتی که کوچکتر از یک باشه یعنی اینکه در واقع از برنامه جلوتر هستیم و پیوی بزرگتر بوده و وقتی که مساوی یک باشه داریم رو برنامه کار و همینطور واسه CPI سی پی شاخص سی پی آی کاست پرفورمنس ایندکس که اینم اس پی آی بوده خب یه شاخص دیگه که ما در واقع چقدر کامپلیت کردیم پروژمون هم وجود داره اینجا در نهایت میتونیم بگیم که چقدر به کامپلیت رسیدیم که از لحاظ اسکجول هستش یه دونه از لحاظ زمانی من چقدر کامل کردم اسکجول پرسنت کامپلیت هستش که پی وی رو تقسیم بر بادجت ات کامپلیتشن یعنی که چقدر بودجه در زمان تکمیل من لازم دارم اگر خاطرتون باشه تو نمودار S من تا اینجا میدونم چقدر بودجه تکمیل کردم اش هم تخمین میزنن و یه تخمین رو به اضافه میکنم با چیزی که واقعیت رخ داده و میان میذارم با جدت کامپلیتش خب همینطور واسه ای اگه PV یعنی زمان برنامه و هزینه هم برنامه تقسیم بر مقدار بودجه در زمان تکمیل بکنم و ضبط در صد بکنم میگم چند درصد از لحاظ زمانی من رفتم جلو اما اگر ایوی رو تقسیم بر بودجه در زمان تکمیل بکنم بودجه در زمان تکمیل رو گفتیم دیگه که باید اینجا یه تخمین بزنیم اول بودجمون رو که چقدر قرار خرج بکنیم دوباره تخمین رو میزنند خیلی وقتا و چقدر از لحاظ هزینه در واقع خرج کردیم وی از لحاظ زمانی خرج کردیم بادجتمون بوده خب که تو اینجا به دست میاریم خب و ای وی تقسیم برای بادجت ات کامپلیتیشن رو به انجام بدم میگم از لحاظ کارایی چقدر رفتم جلو نگفتم از لحاظ هزینه چقدر رفتم جلو اینم مهمه پرفورمنس پرسن هستش اما لازم به ذکره که ما خیلی وقتا از لحاظ ارائه گزارشات از این ترکیبات هم حتما استفاده میکنیم و به زینفانمون میگیم آقا از لحاظ زمانی در واقع من چقدر رفتم جلو از لحاظ حجم کار چقدر رفتم جلو از لحاظ هزینه چقدر رفتم جلو حتی ترکیبشون هم به دست میاریم و در آخر بر اساس ایوی من در واقع چقدر کامپلیت کردم اسکجول من چقدر کامپلیت شده زمانی من چقدر کام شده پرفورمنس یا از لحاظ کارایی چقدر شده چقدر انحراف زمانی دارم چقدر انحراف هزینه دارم چقدر تفاوت دارم با اون چیزی که برنامه ریختم و شاخص های من به چه صورت شاخص های کارای زمانی و هزینه من چطور هستش که اینا رو به دست ده. خب این تکنیک ارن ولیو بودش ممنونم از توجهی که داشتین در جلسه بعد میایم وارد MSP گزارشات مربوطه رو میگیریم خب میایم میگیم که اوکی الان یه سری من نمودار یه سری اطلاعات باید به انواع زی زینفهام بدم از حتی گزارش ای وی رو هم میگیریم و نشون میدیم که حالا تو جلسه بعد با هم دیگه صحبت خواهیم کرد ممنونم از توجهی که داشتین خدا نگه